طبعا خیلی همه مشتاقیم که بیشتر بشنویم در این رابطه، ولی در این نقطه اجازه بدین به سایر شهدای والا مقام این حماسه کبیر میهنی بپردازیم. خانم مرضیه رضایی، خواهش میکنم شما فرمایید در رابطه با مجاهد شهید آذر رضایی. آذر متولد سال 1339 بود و موقع شهادت 21 سال سن داشت. فضای سیاسی و انقلابی حاکم بر خانواده که به دلیل حضور برادر شهیدم احمد و رضا بود، طبعا در شکلگیری شخصیت انقلابی اون از ابتدا مؤثر بود. در سالهای 53-54 که سالهای پرتنشی بود و ساواک مستمرن به خونه ما میریخت و همه خانواده رو مورد اذیت و آزار قرار میدادن، آذر دو بار به زندان رفت مدت چند روز. علی رغم این، اگر کسی این وضعیت آذر رو نمیدونست و نمیدونست که چه زندگی پرتلاطمی داره، در ظاهر وقتی اونو میدید باور نمیکرد، چون آذر علی رغم این همه مسائلی که توی خانواده وجود داشت، ولی خیلی با تومنینه، با وقار، محکم و به نسبت سن خودش خیلی جا افتاده بود. به طب رفتن پشت در زندان ها برای ملاقات اعضای خانواده که در زندان بودن اون موقع، سه مادرم، برادر و خواهرام و سایر اعضای خانواده که ساواک دستگیرشون کرده بود، دیدن اذیت و آزار خانواده هایی که همه می اومدن دم در زندان ها برای ملاقات عزیزانشون و کسانی که در زندان بودن، زندانیان سیاسی اون موقع در زمان شاه، بعد شنیدن اخبار انقلابیون اون زمان که از رادیوهایی پخش میشد، همه اینها باعث شده بود که، و از همه اونها مهمتر شهادت این تعداد خواهر و برادرش در اون دوران، باعث شده بود که آذر تبدیل به یک شخصیت جدی و محکم بشه. نکته‌ای که ولی خیلی برجسته بود این بود که آذر علی‌رغم این مسائل خیلی همیشه شاداب و خندان و واقعا من خودم از روحیه سرشار و خندان اون همیشه یاد می‌گرفتم که نباید از سختی‌ها و ابتلاعات ترسید. سختی‌ها و ابتلاعات همیشه بخشی از مبارزه آدم هستن، بخشی از زندگی هستن که باید با روی گشاده و باز به استقبال اونها رفت، از اونها نترسید و اونها رو حلشون کرد و به جلو حرکت کرد. آذر در بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، توی سازمان مسئولیتی به عهده‌اش بود این بودش که در قسمت دانش آموزی مسئولیت بخشی از مدارس جنوب شهر تهران رو به عهده داشت و با دانش آموزای اون مدارس رابطه‌های گرم و صمیمی و فعال داشت. تا اونجایی هم که میدونم نشریه نسل انقلاب که اون موقع نشریه جوانان هوادار مجاهدین بود، آذر در قسمت‌هایی از این نشریه مسئولیت به عهده داشتش. من هم یک خاطره از آذر رضایی دارم، چون خودم تو قسمت دانش آموزی سازمان بودم، آذر رضایی رو از نزدیک دیده بودم و دیدم خوبه که اینجا یک یادی ازش بکنم. سال 58 بعد از دستگیری سعادتی، ما به عنوان انجمن‌های دانش آموزان هوادار مجاهدین مستمر پیگیر این قضیه بودیم با اطلاعیه، تظاهرات و کارهای این شکلی، که یک روز ما یک اطلاعیه نوشته بودیم در محکومیت دستگیری سعادتی که من این رو بردم به قسمت جنبش دانش آموزی سازمان. وقتی که تحویل دادم بعد از چند دقیقه دیدم آذر این برگه من دستش بود و اومد بین بچه‌ای که اونجا نشسته بودیم منتظر بودیم، صدا کرد و گفت این برگه مال کیه؟ که من گفتم مال منه. صدا کرد و خلاصه یک سری تشویق و اینکه بیانیتون، اطلاعیتون خیلی خوبه، کامله، و اصلا اونجا دیگه یک رابطه دوستی بینمون برقرار شد که بعد از اون در همه میتینگ ها، برنامه ها، جلسات آذر سراغم میومد یا من میدیدم سراغش میرفتیم و با هم به اصطلاح رابطه دوستی داشتیم. نکته که هدفم از گفتن این بود، خب ما آذر رو میشناختیم، میدونستیم خواهر مجاهدین شهید احمد، رضا و مهدیه و از خ
خانواده قهرمان رضایی هاست. خلاصه خانواده رضایی ها نقش مهمی تو انقلاب داشتن. خیلی از هوادارا به اعتبار شهادت و قهرمانی های اینا جذب مجاهدین شده بودن. خب طبعا همه با یک دید دیگه ای به این خانواده و اعضای این خانواده نگاه میکردن. برای هر کسی هم به طور طبیعی مایه افتخار و غروره که توی یک همچین خانواده ای باشه. اما اون چی که چشمگیر بود تو برخوردهای آذر این که آذر خودش بود، هیچ مثلا کبر و چیزی بخواد به خاطر بودن توی همچین خانواده ای آدم ازش ساته بشه بخواد ببینه نبود، که این برای خود من خیلی جاذبه داشت. و همیشه هم بچه ها میگفتن، بچه هایی که هوادار بودن اون حال هوش میدیدنش میگفتن اگر کسی ندونه که این آذر رضایی جز این خانواده است هیچوقت متوجه نمیشن، انقدر که رابطه هاش گرم صمیمی و خیلی خاکی و فوق العاده همینطور که خواهرمون گفتن سنگین جا افتاده با وقار و متانت بود، که خیلی چشمگیر بود تو برخورداش. خیلی ممنون از خاطری که گفتین از تواضع انقلابی مجاهد شهید آذر رضایی، از خانواده رضایی ها که